سلام، سیدی هستم از سایت 3D Max فارسی .ir. میخوام تو این ویدیو شما رو با دستور فری ترانسفورم آشنا کنم که به شما این امکان میده تا هر نوع لایه، چه یه تصویر باشه چه یه لایه متنی، رو انتخاب کنید و یکی از 6 نوع ترانسفورمیشن ها رو روی اون اعمال کنید. میخوام کارمون رو با اعمال کردن دستور فری ترانسفورم روی خفاش شروع کنیم. ابزار مارکی مستطیل رو انتخاب میکنیم، دابلیکت لایه رو انتخاب میکنیم و دیستینیشن داکیومنت رو روی پیپرمون تغییر میدیم. برای اینکه بتونیم ما رو توی پس زمینه ببینیم، سراغ حالت ترکیب در گوشه چپ بالای پنل لایه ها میرم، به مولتیپلای اون رو تغییر میدم تا پس زمینه سفید حذف بشه. حالا میخوام این خفاش رو فلیپ، روتیت و اسکیل کنم که همه اونا ترانسفورمیشن های خیلی ساده این. برای این کار میتونید به منوی ادیت و ترانسفورم برید و یکی از ترانسفورمیشن مورد نظرتون رو برای تصویر انتخاب کنید. بهتره که این دستور رو اینجا، یعنی فری ترانسفورم رو انتخاب کنید یا کنترل به علاوه تی رو بزنید. وارد فری ترانسفورم میشیم. به این دستگیره که این محدود داره راحت کردن دقت کنید. اگه یکی از اون رو درگ کنیم، شما لایه فعال رو اسکیل میکنید. پس اگه یه دستگیره گوشه رو درک کنید، اندازه تصویر رو به صورت افقی و هم عمودی تغییر دادید. اگه یه دستگیره بالایی یا پایینی رو درک کنید، اندازه تصویر رو تنها به صورت عمودی تغییر دادید. و اگه یکی از دستگیرهای کناری رو درک کنید، اندازه تصویر به صورت افقی تغییر میکنه. همچنین میتونید اندازه رو به نسبت تغییر بدید و واسه این کار باید همزمان با درک کردن یه دستگیره گوشه کلید شیفت و فشار بدید و اون رو نگه دارید. یه راه دیگه نگه داشتن کلید آلت که تو این حالت اندازه تصویر به نسبت این نقطه میانی اینجا تغییر میکنه که ترانسفورمیشن اوریجین نام داره و میتونید نقطه رو به هر کجایی که خواستین جابجا کنید. برای مثال تصور کنید که میخواید اون رو روی بینی خفاش قرار بدید. کلید آلت رو همزمان با درگ کردن یه دستگیره گوشه فشار بدین، اندازه تصویر رو با توجه به اون هدف تغییر میدید. یه را دیگه برای تغییر مکان این نقطه آلت کلیکه که اونو به یه نقطه دیگه میفرسته. سپس باید آلت درگ کنین تا اندازه خفاش رو به نسبت اون نقطه تغییر بده. پس نکته اینه که اگه کلید آلت رو فشار ندین و یه دستگیره گوشه ای رو درگ کنین، همونطور که میبینین اندازه تصویر به نسبت دستگیری روبروی تغییر پیدا میکنه و به عبارت دیگه ترانسفورمیشن اوریجین تفاوتی تو این حالت ایفا نمیکنه. خفاش رو کمی بزرگتر میکنیم، به نوار آپشن میرم و روی لینک بین مقادیر عرض و ارتفاع کلیک میکنم. مقداری که به صورت پیوسته تغییرات شما رو دنبال میکنه، یکی از اون مقادیر رو به 100% تغییر میدم. به این ترتیب اندازه واقعی خفاش بازیابی میشه. خب حالا تصور کنید که میخواین تصویر رو بچرخونید. برای این کار نشانگر موس رو به خارج از محدوده ترانسفورمیشن میبریم و تو این مرحله نشانگر شما به یه نشانگر روتیت کوچیک تبدیل میشه و بعد درگ میکنید. دقت کنید که وقتی درگ میکنید، در واقع تصویر رو نسبت به اون نقطه چین اوریجین میچرخونیم. پس اگه بخوایم تصویر رو نسبت به یک نقطه دیگه بچرخونیم، برای مثال انتهای پای خفاش، باید روی اون ناحیه آلت کلیک کنیم و بعد به این صورت به بیرون از محدوده ترانسفورمیشن درگ کنیم. همچنین میتونید تصویر رو جابجا کنید و تنها کافیه که درون محوطه ترانسفورمیشن درگ کنید و در آخر هم میتونید هر جایی که خواستید داخل پنجره راست کلیک کنید تا یه نوع ترانسفورمیشن رو انتخاب کنید. با اینکه میتونید هر یک از این آپشن های پریست رو انتخاب کنید، برای مثال میتونید تصویر رو 180 درجه بچرخونید و دوباره حول اون نقطه اوریجین تصویر رو میچرخونید که این نقطه در حال حاضر زیر خفاش قرار داره. پس اونو به بالا درگ میکنم و بعد توی محدوده مرکزی آلت کلیک میکنم. اگه بخوایم دوباره خفاش رو بالا قرار بدیم، میتونیم درون پنجره تصویر راست کلیک کنیم و دوباره روتیت 180 درجه رو انتخاب کنیم. من میخوام پس از جابجا کردن اون رو به بالا، اون به صورت عمودی فلیپ کنم تا این افکت رو اینجا ایجاد کنم.
حالا قبل از اینکه ترانسفورمیشن ها رو اعمال کنیم، این بالا توی نوار آپشن به کلمه اینترپولیشن دقت کنید. برای اینکه بهترین نتیجه رو داشته باشیم، بهتر اینه که این گزینه رو تو حالت بیکیوبیک تنظیم کنیم، تا وقتی که میتونید به جای بیکیوبیک از بایلینیر استفاده کنید، وقتی که تصاویر خیلی خیلی کوچیک میکنید و قصد دارید اونا رو توی وب ارسال کنید. اما برای اغلب تغییرات به بیکیوبیک نیاز داریم و همچنین نباید بیکیوبیک اتوماتیک رو انتخاب کنید، چون هر زمان که اندازه تصویر رو کاهش بدیم، گزینه بیکیوبیک شارپر رو انتخاب میکنه و این کار باعث ایجاد حاله اطراف حاشیه ها میشه. پس بیکیوبیک بهترین حالته. حالا یکی از این دو گزینه رو داریم. اولی کنسل کردنه که با کلیک کردن روی این آیکون کوچیک اینجا اتفاق میفته، یا اینکه میتونید کلید اسکیپ رو فشار بدید. و گزینه بعدی اینه که تغییرات خودتون رو با کلیک کردن روی علامت تیک تایید کنید. در آخر به منوی ادیت میرم، دستور پرفرنسس رو انتخاب میکنم، جنرال رو بعد اون انتخاب میکنم، یا میتونم کلید میانبر کنترل به علاوه کی رو فشار بدم. حالا در اون کادر محاوره پرفرنسز مطمئن بشید که ایمیج اینترپولریشن روی بیکیوبیک تنظیم شده و که بهترین حالت برای گرادیانت های اسموته. این مقدماتی آشنایی با دستور قدرتمند و کارآمد فری ترانسفورم بود که به شما این امکانو میده که عملیات های فلیپ، روتیت و اسکیل رو توی فتوشاپ به خوبی انجام بدید.